السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بازار محترم، برگزاری دهمین انجمن شاهنشاه پکن فرصت مناسبی است برای حمایت از ابتکار امنیت جهانی که توسط رئیس جمهور محترم و خردمند چین جناب آقای شی جین‌پینگ در نشست سالانه مجمع عمومی آسیایی گوآو در سال 2022 میلادی مطرح شد. صمیمانه از وزارت دفاع چین، ریاست محترم انجمن شاهنشاه و دیگر برگزار کنندگان این انجمن تشکر می کنم و موضوع این حمایش بین المللی با عنوان امنیت مشترک و صلح پایدار را برای دستیابی به فهم مشترک و نیاز و ضرورت گفتمانسازی در محیط بین المللی برای حفظ امنیت جهانی و ابعاد مختلف آن یک ضرورت حیاتی برای همه دولت‌ها و ملت‌ها می‌دانم، چرا که امنیت و صلح پایدار از این ترین نعمت الهی و اساس همه پیشرفت‌های بشری است. حضار محترم، عنوان سخنرانی این جانب عبارت است از گسله‌های فعال ژئواستراتژیک جهان و تأثیر آن بر امنیت جهانی و منطقه‌ای. مقدمه صحبتم این حمایش ارزشمند امنیتی در حالی برگزار می شود که شما و جهانیان شاهد ناامنی ها، نسل کشی ها، کودک کشی ها و جنایات ضد بشری در منطقه حساس خاورمیانه و فلسطین اشغالی و غزه مظلوم هستید و دولت ها و سازمان های بین المللی ناتوان از توقف این جنایت های غیر قابل تصور و تخریب صدها خانه و بیمارستان و به شهادت رساندن و مجروح کردن چندین هزار نفر در مدت چندین شبانه روز گذشته و قطع آب و برق و سوخت و دارو و غذا برای مردم غیر نظامی غزه هستند و حمایت و فرماندهی سیاسی، نظامی، رسانه‌ای و لوجستیکی این کشتار عظیم و فاجعه انسانی در اختیار یک دولت زورگو و مستکبر به نام امریکا و عامل اجرای آن رژیم صهیونیستی قاسم فلسطین است. و اما موضوع سخنرانی هم گسله‌های فعال ژئواستراتژیک جهانی و تأثیر آن بر امنیت جهانی و منطقه‌ای. حضار محترم، آنچه در آینده شاهد آن خواهیم بود کاملاً از آنچه تا کنون در جهان رخ داده متفاوت خواهد بود. ما امروز شاهد هندسه نظم جدید جهانی و باز آرایی قلمروهای ژئواکونومیکی، ژئواستراتژیکی و امنیتی و دفاعی جهان هستیم. تغییرات بزرگی در پیش رو داریم، در اقتصاد، در قدرت، در فرهنگ و تمدن‌سازی جدید مبتنی بر عدالت و آزادی‌خواهی ملت‌ها و مقابله با دولت‌های زورگو مثل ایالات متحده آمریکا. این تغییرات دیگر دولت‌های مستقل و افراد کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد علائم و نشانگان و رخدادهای زیر شواهدی بر بروز و ظهور گسترهای فعال و ژئواستراتژیک جهانی و منطقه است. یک، شکست هژمون قدرت و یک جانبه گرایی ایالات متحده آمریکا پس از اتخاذ استراتژی غلط لشکرکشی و اشغال نظامی 20 ساله افغانستان و عراق در سالهای 2001 و 2003 تا سال 2022.